نشست علمی روزانه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه هشتم زلحجه سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با حکم بلوغ دختری که به سن نه سالگی رسیده فرمودند اگر شارع مقدس حدی را در احکام شرعی معین کرد آن حد تعیین شده آن حد تعیین شده حجت شرعی است لذا اگر دختری به سن نه سال رسید در عمل به احکام شرعی مکلف است البته هنگامی که این دختر مکلف شد شروط دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد معظم الله در تشریح دیگر شروط فرمودند اگر دختری 9 سال عمر او تمام شد و وارد 10 سالگی شد اگر رشیده نبود و شعور و درد و فهم او کامل نبود اگرچه نماز بر او واجب است و روز هم اگر برای او مزر نبود نیز واجب است اما اجازه او برای عقد نکاح مفید و معتبر نیست ایشان در تبیین مفهوم و تفاوت بلوغ و رشد فرمودند در مواردی همچون نکاح علاوه بر بلوغ رشد هم شرط لازم است لذا اگر دختری به رشد نرسیده بود کما اینکه گفته می شود که در چنین سن و سالی اغلب دختران چون این شرایطی را دارند اجازه او برای عقد نکاح مفید و معتبر نیست و نیاز به اذن ولی دارد آیت الله شیرازی در رابطه با تکالیفی که با بلوغ شرعی بر دختر نه ساله واجب می شود فرمودند بلوغ موجب وجوب برای جمع تکالیف شرعی می شود مگر تکالیفی که با تخصیص از این حکم خارج شده باشد مانند رشد که در آیات و روایات دلیل خاص برای آن وجود دارد و یا اگر برای او حرج و ضرری وجود داشت مثلا به دلیل ضعف بنیه روزه برای او ضرر داشته باشد که در این صورت روزه بر او واجب نیست معظم الله در ادامه فرمودند لذا اگر شارع مقدس حدی را در احکام شرعی تعیین کرد که این حکم نافذ است مگر در مواردی که استثناء شده باشد که آن موارد یا استثناء خاص مانند رشد است و یا استثناء عام مانند حرج و ضرر و عسر می باشد با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم رشد نه این رشدی که گفته شده یعنی فهم یعنی درک وقت اگر رشد بدنی نبود میشه حرج و ضرر اون عمومات میگیره آها آه. خب راست رشد یعنی این اما اگه مشکل بدنی داره ضعف بدنی داره اون لا حرج لا ضرر میگیره عمومات